بنده خدای مشرف شده بود حرم آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، مال و پولش تمام شد، متوسل شد به آقا امام رضا، آقا چیکار کنیم اینجا؟ در خواب دید که بهش فرمودن صبح اولین نفری که سحر میاد مشرف میشه حرم ما، به اون بگو اون کارتو درست میکن. صبح بری میشین همون جای بعد سحر، این اسخر بی نمازه، من به این اسخر بی نماز بگم پول ندارم؟ یه کسی بود به نام اسخر بی نماز، تو شهر ما این معروف بود که این نماز نمی کنه. ما شب اول اومدیم دیدیم این اومد، تو میره چه میره استجیر بلا براسه نگفتیم. دوباره شب دوم باز خواب میبینه، آقا میفرمان که اولین نفر که دیدی به او بگو. دیدیم باز همه اسخر بی نماز رو بلش کن بابا، اسخر بی نماز تو شهر ما معروفه، من برم به این بگم پول به من میده. شب سوم دیگه خیلی متوسل میشه، آقا با تشر بهش میفهمه اگه نگفتم تو چیکار داری، تو به او بگو. شب سوم باز آقا به تشر گفت همونی که اول میاد. دیدیم باز همه اسخر بی نماز رو این دیگه مجبور میشه دیگه، بی پول شده بوده حسابی دیگه. سلام میکنه به اسخر بی نماز، میگه سلام علیکم. میگه تو همون اسخر بی نماز نیستی تو همدان؟ میگه چرا، من همونم. اینجا چیکار میکنی؟ دارم میرم حرم امام رضا. تو همدان اینجا چی؟ میگه تو چیکار به این کارا داری؟ بی پول شدی نی؟ آره خیلی خوب، این پول چیزی میخوای سوقاتی پوقاتی هر چی بخری بخر. تو هر چی میخوای سوقاتی موقتی فلان اینا هر چی زندگی بخر، هر وقت میخوای بیا من تو رو میرسونم. هر وقت خواستی من همین موقع هر روز سحر میام از اینجا مشرف میشم. دیدیم خب پول حسابیش، گفتم خب یه چند وقت دیگه بمونیم، یه در چند روز دیگه موندیم و سوقاتی هم سر سوقاتی هم خریدیم و بالاخره اومد دیدیم اسخر اومد. گفت آماده شدی که بریم؟ گفتم بله. گفت خیلی خب فرد شب فلان ساعت بیا فلان محل اونجا وایس و من میام تو رو میبرم. رفتیم اونجا و یه گونی هم سر سوقات گرفتیم و آماده و با خودمون فکر میکردیم که خب حالا این اسخر بی نماز چجوری بخواد ما رو ببره تا شهر خودمون. رفتیم اونجا وایسادیم و دیدیم اومد. گفت آماده ای؟ گفتم بله. گفت بیا بالا رو شونه من. گفتم چجوری بیام؟ گفت اینجوری دیگه، گرفت ما رو بلند کرد. یه دوست صلوات میفرسته و یه دفعه میره رو پشتبون خونه شه. میگه برو، ولی به کسی چیزی نگی ها، من همون اسخر بی نمازم، به وقت مواد اگه به کسی بگی عمر تمام میشه میمیری. یه باشه، تو آخه چرا معروف اسخر بی نمازی؟ گو آخه من تو مساجد شما نمیام برای نماز اینا، معروف شدم به اسخر بی نماز. بس کجا نماز میخونی؟ همه یه وعده های نمازم پشت سر امام زمان سلامات الله. چه خبر این عالم و ما جزو بی خبرانیم. ساده میاد میره، کسی بهش کار نداره، کسی توجه نداره. آقا معلوم شد که این اسخر بی نماز که نمیامده تو مسجد اینا نماز بکنه فلان اینا، این همیشه هر کجا بوده متیل عرض میرفته و نمازشو خدمت مولا صاحب زمان میخونده. مردم خیال میکردن این بی نمازه چون تو مسجدشو نمیرفت. این آقا اولیایی تحت قوامی لا یعرفهم غیری، خدا میفرماید که اولیای من اونا که دوستان من هستن اینقدر اینا تحت پوشش منن که کسی نمیتونه غیر از من اونا رو بشناسه. مگه من معرفیشون کنم؟ مگه خدا معرفی کنه؟ والا کسی اونا رو نمیتونه بشناسه. کجا میتونه بشناسه؟ کجا میتونه تشخیص بده؟ Oh
امام زمان یه همچین افرادی داره، اون به داد مردم میرسن، میرن میان. ما خیال میکنیم اونایی که با امام زمان در ارتباطن دائما باید ازشون کشف و کرامات و معجزه و شفا و نمیدونم دوا و چیزا برسه. نه، اون که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوخت. سحری که عاقبت او برد، شب تیر راز میان توی. همه منتظر که زره رسی، که نوید امن و امان توی. چو قمت به جان شرر افکند، دلم از وصال تو دم زنم. چه کنم که من همه حسرتم، چه کنی که در دل و جان تویی.